varsa geleni yap. Bu ne? Ye kenar. سلام دوستان عزیز، روزتون بخیر. به کانال ما خوش اومدین. ما الان توی استان اردبیل هستیم و توی شهر هیر. شهر هیر توی 22 کیلومتری اردبیل در مسیر جاده سرچم قرار گرفته. یه دره‌ای هست وسط شهر هیر به نام دره دربند با حدود 234 هکتار وسعت در 1 کیلومتری این شهر. نهر همیشه پرآبی هم از وسط این دره میگذره و دره پوشیده از باغ‌های میوه است. دلیل اومدنمون به شهر هیر دیدن پل معلق شیشه‌ای این شهر که به عنوان نخستین پل معلق شیشه‌ای قوسی شکل در جهان هست. در حال حاضر فکر کنم تمام پل‌های شیشه‌ای موجود در جهان به صورت مسطح و ثابت ساخته شدند. مکان تفریحی هیر دارای امکاناتی نظیر زیپلاین، بک جامپ، پرش ارتفاع، شهر بازی کودکان هم هستش. در مورد پل شیشه هیر باید خدمتتون عرض کنم که این پل دارای ارتفاعی حدوداً 80 متر، به طول 210 متر و عرض 120 سانتی متر ساخته شده است. بچه‌ها رو بده. بعدی. بیا سرم داره میتونه که. چی داره من عوض کنم؟ بریم بستنی بخواییم بستنی باش به شهرت بایی که عکس بگیریم این گروه را چشتی چون بکره دادم ای بای نازشی برم دیگه پیش بچه
بخورم. چطور بدی خیلی دارم. خیلی میام سنجا. همین آره. خاصنه رو زلنگ افتید. لذت بردم. چطوری مجاز؟ حالا نمیاد تا زهر منظر عزت شبا خواستان اصلا رکس رکس رومه در چگر میگرم مزرگی میگرم اوه ماما ماما سوی جورم نگو کنم جان شاید پول کنم. پول کنم. پول کنم. پول کنم. Thank you.
من نزدیک مشکین شهر هستم، حدود 35 کیلومتری این شهر توی محوطه باستانی شهر یری. این محوطه باستانی مربوط به قبل از میلاد حضرت مسیح. اینجا نزدیک های 280 تا سنگ افراشت هست که اغلبشون هم روشون نقوش انسان نقش بسته. فقط یه چیز جالبی که اینجا هستش، این نقوش انسان فاقد دهن هستن. این سنگ افراشتا با ارتفاع متفاوتی حدودای 70 تا 260 سانتی مترند و طرح انسان‌های حک شده بر روی این سنگ افراشتا به شکل افرادی دیده میشن که دست به سینه ایستادن. از بین این سنگ افراشتا فقط یه مجسمه حکاکی شده یه زن پیدا شده که دارای دهن میباشه. محوطه باستانی شهر یری در سال 1381 از سوی میراث فرهنگی استان اردبیل در فهرست آثار ملی ایران هم به ثبت رسیده است.
الان ما کنار تالاب قوریگول بستان‌آباد هستیم. قوریگول به زبان ترکی یعنی تالاب خشک. این تالاب در 30 کیلومتری جنوب شرق تبریز و در 15 کیلومتری شهر بستان‌آباد هستش. آب این تالاب از آب‌های ناشی از برف و باران و تعدادی چشمه‌های زیرزمینی که در کف آن جریان داره تأمین میشه. تالاب قوریگول با توجه به اهمیت زیست محیطی که داره جزء تالاب‌های بین‌المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر میباشد. یکی از ویژگی‌های جالب این تالاب در مقایسه با سایر دریاچه‌های منطقه آب شیرین بودن اون هست. تالاب قوریگول با توجه به منطقه‌ای که توی استان آذربایجان شرقی هست و دارای آب و هوای مطبوع و معتدلی هستش، فصول بهار و تابستون برای سفر به این منطقه بهترین وقته، ولی خب میشه فصل‌های دیگه هم به این منطقه سفر کرد. ولی خواهشی که از اینجا میخوام داشته باشم اینه که لطفاً زباله‌های خودتون رو توی طبیعت رها نکنید.